در این 40 سال عاشق کارم بودم، اون تا دور بودم دیگه. هیچ نمیدونم، هیچ چیزی بهتر از سینما منو خوشحال نمی کرده. مسئله مهم اینه که هیچ گله و شکایتی راجع به مطلب ندارم، اینو خالصانه میگم. مردم دنبال منم، من دوست دارن، دوست دارن، 70 ساله دارن منو نگه داشتن و این کافیه برای شما. چهل سالی که دور از وطن و دور از مردمم هستم و بعد از 40 سال صدایم بین مردمم پخش میشه، اونم در خاک وطنم. ولی ناراحتم که باید با غم و اندوه با مردمم صحبت کنم، در اندوه از دست دادن یک بزرگ، یک برادر، یک پیشکسوت، یک استاد، یک ناصر ماندگار، یک ناصر ملک مطیع که اون هم مثل من 40 سال منتظر ماند. من امروز داغدار از دست دادن برادری هستم که به آرامش رسید. ناصر عزیز، در وادی تجرد دل غربت زدم، در مسیر زندگانی جسمانی با تو دلخوش بودم. اینک ای استاد و پیش کسبت هنریم که سالهای گذشته در کنار هم مثل دو برادر کار کردیم، من در غم از دست دادنت در این غربت غریب دور از وطن مرثیه گویت شدم. ناصر عزیز 30 سال بر پرده سینما محبوب دل مردم بود و 40 سال بیرون از پرده باز هم محبوب مردم ماند و حالا ناصر پیش ما نیست. ناصر رفت پیش فردین عزیز، رفت پیش شاعر سینما، پیش علی حاتمی، رفت پیش بزرگانی که سینمای ایران را ساختند و تحویل جوانان امروز دادند. در آخر ناصر و فردین، این نازنین ها ستون‌های محکم سینمای ایران خواهند ماند. روحشان شاد.
من قبل از اینکه صحبتی بکنم، یه روزی توی مراسم به اصطلاح تقدیر از دست‌اندرکاران سریال شهرزاد، این بزرگوار حضور داشتن آقای ملکی و من داشتم راجع به ایشون صحبت می‌کردم. یه اشتباهی کردم، متوجه نشدم. آقای ناصر ملک مطیع، ناصر خان سینما، شونه من موسیقی، من میخوام در حضور شما پای ایشون رو ببوسم. نیک بخت. در این ساعات گذشته صدا و سیما به یاد آورد که از ناصر خان بگوید، آن هم زمانی که او به دیار باقی شتافت و در بستر مهر الهی آرام گرفت. اما یادتان می آید همین چند وقت پیش با این بزرگ مرد چه کردید؟ من حرفم سر اینه، صدا و سیمای محترم، اولا صدا و سیما مال شما نیست، صدا و سیما از پول شما و ما و هممون، از بودجه بیت المال شده صدا و سیما. پس صدا و سیما مال ما هاست، مال تک تک ما هاست. من میگم شما چرا در واقع ناصر ملک بیتوری کشیدید به تلویزیون؟ مگه التماس کرده بود؟ مگه درخواست کرده بود؟ مگه 40 سال سکوت نکرد؟ 40 سال شما با مناعت طب از ایشون فقط سخن شنیدید، نه اعتراض. تو خودش ریخ و چندین و چند بار ما ناصر ملک بیتوری رو کشتید تو این چند ساله اخیر. بعد دیگه امروز به دیار باقی شتافت. من حرفم سر اینه که دوستان هنرمندان، اگر واقعا بویی از هنر واقعی بردیم، یه ذره به این صفت هنرمندی توجه بکنیم. آقای مهران مدیری عزیز، بذارید راحت بهتون بگم، شما هنرمند شایسته‌ای هستید، طناز خوبی هستید، من به شخص خیلی ارادت دارم به شما. یه سوال همیشگی از مهماناتون میکردید، عاشق شدی؟ من میخوام یه چیزی بگم، آقای مهران مدیری، شما میدونستی که ناصر ملک مطیع عاشق مردمش بود اومد بشه شما؟ چرا دفاع نکردید؟ چرا وقتی تلویزیون برنامه رو اعلام کرد که پخش میشه، من با عشق تمام نشستم که برنامه رو ببینم، برنامه قطع شد و طبیعت نشون دادن به ما؟ چرا بحث جرأت و بروز؟ من میگم یک ذره در واقع بیاندیشیم، ماها یک خانواده هستیم. من دارم به رفیقم انتقاد میکنم، به رفقای خانه سینمام دارم انتقاد میکنم. 40 سال در واقع اسمی از ناصر ملک مطیع امثالهم نبردیم، وحشت داشتیم از این. وحشتی نداره، چون اینا خیانت نکردن، اینا اختلاس نکردن، اینا کلاهبرداری نکردن، اینا جنایت نکردن. وداع آخرم رو با جسم ناصر ملک مطیع میکردم. روحش هست، زنده در تمام قلبهای ما. اما ما زحمت کشیدیم، ما از اینکه هنرمند خوبمون رفت ناراحتیم، اما اینجا موندن هم خیلی درد سر داره. اینجا موندن خیلی درد داره، فیلمسازی خیلی سخته اینجا به هر جهت، زیاد نگم. من دلتنگ بهروز وثوقی هستم، من با بهروز وثوقی زندگی کردم، از نوجوانی با هم کار کردیم، 8 فیلم من باش کار کردم، حتی فیلم کوتاه اول رو هم میگم. درود به همه شما که اینقدر بلند پروازانه هنرمندای خودتون رو تشویق میکنید. هموطنان عزیزم، درود بر همه شماها که ما هر چی داریم از وجود هموطنان عزیزم که حامی هنرمندان قبل از انقلاب بودن و هستن. معذرت میخوام، من از همه شما انقدر اومدین اینجا، کاش میدید شما رو، کاش میدید این جمعیت. من خیلی حالم خوب نیست، فقط میخوام دست آقای پرستویی رو بگیرم.
من آرزوم بود که پدرم رو روی پرده سینما ببینم. آقای عطشانی اومد یه فیلمی رو پیشنهاد داد، نقش نگار. این فیلم ساخته شد، خیلی مشکلات داشت، خیلی زجر کشیدیم. من خواستم به آرزوم برسم. پدر من سالها از عشق دیرینش، عشق به سینما بازی کردن برای شما مردم که عاشقانه دوستتون داشت دور بود. دلش میخواست یه ادای دینی بکنه به همه شماها. دلش میخواست دوباره بعد از این همه سال یه یادگاری قشنگی برای شما بذاره. توی اون دوران فیلم یه مدتی توقیف شد. من اینجا میخوام از این بزرگ مرد، من میخوام دست ایشون رو ببرم. آقای پرستویی، آقای البته هنرمندان زیادی لطف داشتن اینجا، ممنون همشون هستم. ببخشید که نمیتونم اسم بگم، ولی آقای پرستویی مردانه پشت پدر من ایستادن، پا به پای همه، تمام جاهایی که باید میرفتن صحبت کردن، مردونه جلوی خیلی ها ایستادن، از پدر من حمایت کردن، از استاد بهروز وثوقی که اینجا جاش خیلی خالیه، عمو بهروز عزیزم دلم میخواست الان اینجا بود، عمو قیصرم، آقای پرستویی دفاع کرد، حمایت کرد. اسم دو نفر دیگرم میخوام بگم، آقای دکتر حجت الله ایوبی رئیس وقت سازمان سینمایی پشت پدر من ایستاد، حتی مشکلاتی براشون پیش اومد فیلم پدر من اکران شد، آقای رسول صادقی و خیلی های دیگه، ازشون ممنونم. من به آرزوم رسیدم. من یک شب پدرم رو بردم تو همین میدون اینجا، عکسش سردر سینما بود، بهش برای اولین بار نشون دادم، بغض کرد تو ماشین، گریه میکرد، منو بغض کرد. من تونستم پدرم رو و خودم رو به آرزوم برسونم به وسیله این بزرگ من، به وسیله اونایی که کمک کردن، ازشون ممنونم. امروز همه ما برای بدرقه جسم خاکی یک بازیگر یا یک هنرمند اینجا کنار هم قرار نگرفتیم. همه ما برای بدرقه یکی از درخشانترین، تابناکترین و پرنورترین ستارگان سینمای ایران و اولین ستاره تاریخ سینمای ایران کنار هم جمع شدیم. هموطنان عزیز من، ما امروز به بدرقه کسی آمدیم که به ما یاد داد سکوت برنده ترین تیغی است که میتوان به کار برد. ناصر ملک مطیعی در قلب همه ما حضور داره. حضور شما پاسخی به 40 سال سکوت ناصر ملک مطیعیه. من از طرف خودم، از طرف انجمن بازیگران، از طرف تمام بازیگران سینمای ایران در برابر محبت بیکرام شما تعظیم عرض میکنم، در برابر روح بزرگ ناصر ملک مطیعی تعظیم عرض میکنم. بنده به عنوان کسی که آخرین نفری بودم که ناصر خان رو دیدم و عین ماه شده بود، عین ماه بود واقعا، خود بنده بالا سرش بودم.